آدم وقتی علامه طالبی میبینه راه رفتنش، حرف زدنش، اینا نه اینکه بر اساس تبلیغات باشه، این چیزی که شهود خودمونه. آدم بیاد پیغمبر خدا میفته. اصلا آقا این که مینشست حرف اضافه نمیزد، گوش میداد، سوال میکرد جواب میداد، درسته؟ اما ابتداعا سخنی بگه در این حال که یک قیافه بسام و خوشروعی داشت. اما راجب عمل اخلاقی ایشان، خب در تمام شون زندگی مشهود همه بود، عبوس باشه گرفته باشه، اصلا این حرفا نبود. یک طلبه فاضلی یه پیامی به ایشان آورده بود از اصفهان که ببره به خدمت ایشان، نامی. خودش هم میخواسته برگرد اصفهان، ساعت 2 بعد از ظهر برید شباید حرکت کنه و متعیر و متعدده که آیا خدمت ایشان برسم نرسم، مزاحمم نیستم. بالاخره دل بدریا زدیم بودی، هرچی شد رفتیم در زدیم، ایشان آمد آرام یواش صحبت کرد، یواش در باز کرد، یه قالیچه آورد پیر من، انداخت اون دست لرزانش، انداختم در. چرا؟ گفتم آقا چرا آیسته صحبت میگوی؟ خادم اینجا خوابیده، مشمهندری بود خوابش گیره تو اتاق، برای اینکه این مرد بیدار نشه از خواب، ایشان آرام زبه. کدام یکی از آن حوصله داره که بشینه ارسانم که حرف شاگرد کوچک هرچی هم ایراد بی مورد باشه، اولا احترام اون فرد را نگه میداره، حرفی نمیزنه که مثلا دیگران بخندن، دیگر این که با حوصله جواب میده و انصاف در بحث. چیز عجیبی بود این مرد، هیچ تکبر نداشت اصلا. این نشون میده که یه آدمی است که خودش ساخته مسلط بر خودشه. اینایی که زود عصبانی میشن مسلط نیستن. کسی حرف حسابی میزد اصلا تسلیم میشد. من طباطبایی هستم، این حرفا نبود اصلا. این حدیث را من در کشکول مرحوم شیخ بهایی دیدم. ایشون میگوید یکی از پیامبران با خدا مناجات کرد، گفت یا ربی کیفت طریق الیک، راه چگونه است، چگونه میشه به تو رسید، کیفت طریق الیک، وحی آمد اترک نفسک تعالی الی، خودتو رها کن، خودتو رها کن، بیا پیش من. همون جلسه پنجشنبه جمعه که تشکیل داده بودیم، تعطیلی که خواست بشه روز آخری که تابستان بودیم، گفتن آقا یه نصیحتی گفت پنجشنبه، ایشان هی تفره رفت و بعد فردا گفتن آقا بران شد نصیحتی کنید، گفت به خدای احد واحد بلد نیست. یعنی آدم فانی بود، یه آدمی بود از خود خبر نداشت، خودی نبود در کار، خودی ده. ما خودیت در عالم توسن ندیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک آیت الله العظمى آقای طباطبایی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کوتاه سخنان که جوانی هستم 22 ساله چون این تشخیص میدهم که تنها ممکن است شما باشید که به این سوال من پاسخ دهید. در محیط و شرایطی که زندگی میکنم، هوای نفس و آمال آرزوها در من تسلط فراوانی دارند و مرا اسیر خود ساختند. درخواستی که از شما دارم، برای من بفرمایید بدانم به چه اعمالی دست بزنم تا بر نفس مسلط شوم و سعادت بر من حکومت کند. یادآور می شوم نصیحت نمی خواهم و الا دیگران ادعای ناصحیت فراوان دارند. دستورات عملی لازم دارم. باز هم خاطر نشان می سازم که نویسنده با خود فکر می کند که شفاهن موفق به پاسخ این سوال نمی شود. وانگهی شرم دارم که بیهوده وقت گرانمایه شما را بگیرم. لذا تقاضا دارم پدرانه چنان که صلاح می دانید مرا کمک کنید و در صورت منفی بودن به فکر ناقص من لبخند نزنید و مخفیانه نامه را پاره کنید و من نیز به حال خود واگذارید. متشکرم.
23 ده 1350. عدی جد قسمشم راسته، چون کسی که علمیزا نوشته، کسی که همه حدیث ده، کسی چند مرتبه بهار مدارا گره، یه حدیث برنزی بگه بعد که خیلی بهش اصرار میکردن به ذهنش میامد میامد فذکرونی اذکرک، خدا گفت تو فذکرونی اذکرک، تمام درس اینه. السلام علیکم. برای موفق شدن و رسیدن به منظوری که در پشت ورقه مرقوم داشته اید، لازم است همتی برآورده و توبه نموده به مراقبه و محاسبه بپردازید. به این نحو که هر روز طرف صبح که از خواب بیدار می شوید، قصد جدی کنید که در هر عملی که پیش آید رضای خدا عز اسمه را مراعات خواهم کرد. آن وقت در سر هر کاری که می خواهید انجام دهید، نفع آخرت را منظور خواهید داشت، به طوری که اگر نفع اخروی نداشته باشد انجام نخواهید داد، هرچه باشد، و همین حال را تا شب وقت خواب ادامه خواهید داد. و وقت خواب 4-5 دقیقه‌ای در کارهایی که روز انجام دادید فکر کرده و یکی یکی در نظر خواهید گذرانید، هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته شکری بکنید و هر کدام تخلف شده استغفاری بکنید و این رویه را هر روز ادامه دهید. این روش اگرچه در بادی حال سخت و در ذائقه نفس تلخ می باشد، ولی کلید نجات و رستگاری است. و هر شب پیش از خواب اگر توانستید سور مسبحات، یعنی سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تقابون را بخوانید، و اگر نتوانستید تنها سوره حشر را بخوانید و پس از 20 روز از حال اشتغال حالات خود را برای بنده در نامه بنویسید، انشاءالله موفق خواهید بود. و السلام علیکم. محمد حسین طباطبایی. سید الاستاد علامه طباطبایی از روز اولی که ما در خدمتشون بودیم، ایشون می‌فرمودن این مراقبه و محاسبه رو داشته باشید تا آخر اون بندر که برای بنده و جناب عالی و همه دوستان ما و اینا لازمه و باید درش هیچ گونه مسامحه نکرد، عبارت از اینه که خدا را نباید فراموش کرد. این حقیقت را برای همه لازمه که انجام بدن و همیشه در مد نظرشون باشه، در خواب، در بیداری، در همه حال، در هر حالی که فرض بشود این معنا در نظرشون باشد که خدا را نباید فراموش کرد. حتی این اواخر ایشون یه حالت بهتی گرفته بودن، یه بود که دیگه حرف نمیتونستن بزنن. اینا یکی از رفاقا شاگردای ایشون در اون حال از ایشون سوال کرد که آقا در این حال چه سفارشی دارید؟ ایشون میگه یک صدای نازک المحاسبه المراقبه. اون حال کس نمیتونست حرف بزنه، فقط دو کلمه بود، این مراقبه و محاسبه. آقای مرندی، آیتون مرندی در مرند رحمتون علیه، اینا از همدوره بودن، ایشان از بزرگان بود، فرمود هیچ کس تو این همکار همدورای ما مثل علامه طباطبایی نبود. سجده های 5 ساعتی داشت. وقتی من این آیت را جادی عرض کردم، فرمود همینه که اینا یه هم برکات از همون سجده های 5 ساعتی. من به شما بگم
خدای نکرده توهینی هم نیست انشاءالله، توهین ما اسم نمیبریم. حقیقتی است که باید گفت، وجود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نسبت به دیگر آقایان مثل تفسیر المیزان است نسبت به تفاسیر دیگر. شما از این مجمل میتونید مفصل رو بخونید، واقعا اینطوری، حقیقتا اینطوری. مرحوم های طباطبایی واقعا از لحاظ معنویت حالات خیلی دلنشینی داشت، یعنی شما او رو در حالت نماز وقتی می دیدید واقعا مستقرب بود، مستقرب بود. مرحوم آقای قاضی فرموده بود که اگر در بهشت بگویند نماز نخوانید ما چه بکنیم، یعنی اونقدر لذت عبادت برای قاضی مهم بوده. طباطبایی هم خیلی به عبادت و مخصوصا در مورد زیارت و زیارت حضرت رضا، من اینو شاید چند بار گفتم، این قامتش هم بلند نبود دیگه، میان قامت و بلکه خودم از متوسط به پایین بود، دست لبها رو میگذاشت، لبهاش هم رشه داشت و واقعا با تمام وجود میبوسید. به من میگفتن من روزی 14 ساعت کار میکنم مدام، گفتن یک روز در سال فقط تعطیل میکنم، اون روز عاشوراست. این هم به احترام از واقعیت از سید شهدا، ایشون در روزه ها خیلی عشق میریختن، خیلی ولایی بودن، خیلی اینطور یه آدم خاصی بود دیگه. من از بعضی از آقایون شنیدم گفته بودن بهشون که وقتی خانم زیارت عاشورا میخونه سلامها رو که میگه من جوابش را میشنوم. حتی گفته بودند که وقتی خانم از خونه به طرف از معصومه عرض سلام میکند من جوابش را میشنوم. فکر کنید روش، ببینید چه عمقی میخواد این کار. اینجور در حالی که مادر ما زن زاهده ای نبود که اهل زهد باشه، اینجوری نبود، یه آدم معمولی بود، زندگی معمولی داشت. پدر هم تقریبا همینجور، ما هیچ اعمال اضافی ازشون نمیدیدیم جز اینکه صبحای قد قرآن میخوندن و همین نماز عادی میخوندن اینا، ما چیز خاصی ازشون نمیدیدیم. اگر نماز شب میخوندن ما نمیدیدیم و هاکزا. در این روزه ها که حضور پیدا می کرد، شبهای احیا گاهیم می رفتیم منزل مرحوم آقای حاجی میستقی زرگر، خودشم خدمت می کرد، شاید شنیده باشید. باور کنید این مجلس مثل یه بهشت بود. کیفیت لر شامل اهلی دارن سیخ بی کلا بحشت
وقتی منبری منبر می رفت آقای طباطبایی همینجور با تمام بدنش می گریه می کرد که گریه که می کرد بدن تکون می خورد. نسبت به ائمه علیهم السلام با امیرالمومنین یک ارادتی یک پیوند عمیقی داشت. آخر عمر اهل کام و ناز تاریک ترین و تلخ ترین روزهاست، اما شیرین ترین دقایق و روشن ترین لحظه های اولیاء خداست، چرا که آخرین لحظه های در قفس ماندن است و شوق پرواز هوش از سرش می برد. دل کندن از دنیا برای اهل آن مشکل است، اما برای عارف پیش از مرگ دنیا مرده است. این پیر نورانی چند سالی بیش میهمان انقلاب اسلامی نبود. حضرت دوست زیباترین غمهای عالم را برای او رقم زد. فرزندان او یکی پس از دیگری عاشقانه قربانی آرمانهای انقلاب شدند و او را تنها گذاشتند. شهیدان محمد حسین بهشتی، محمد مفتح، محمد جواد باهنر و استاد مرتضی مطهری. استاد مطهری که خود شارح بزرگ مکتوبات فلسفی و عرفانی استادش بود، در شامگاهی سرخ به ضرب گلوله‌های کفر و نفاق به خاک و خون غلطید و پدر و استاد خیش را تنها گذاشت و فرشتگان نام بزرگ او را بر پیشانی آسمان گذاشتند. کسی نمی داند در آن روزهای پرسوز بر آن پیر دلسوخته چه گذشته است. فرزندان و پاره‌های تن آن استاد در راه اندیشه‌های والای او سر و جان باختند و علامه عروج مسیحاییشان را در عشق به تماشا نشست. اما مگر یعقوب پیر تحمل از دست دادن چند یوسف را خواهد؟ ظاهراً روزهای آخر عمر همه چیز را از یاد برده بود، همه محفوظات علمی و فلسفی را، اما عشق را هرگز نمی‌توانست فراموش کند. عشقی که در آسمان‌ها یافته بود، عشقی که در خداوند خلاصه می‌شد. ایشون در این اواخر به حالت بیهوشی می رفتن، حتی عده‌ای از مراجع که می آوردن ایشون چشم باز نمی کردن. اما وقتی که نماز اول وقت می شد، ظهر می شد، بدون اینکه صدای اذان بشنوند ایشون به هوش می آمدن، نمازشون رو می خوندن، دو مرتبه بیهوش می شدن. نمی دانم، بعید می بینم. بالاخره آقای طباطبایی حافظش اصولا خوب نبود، تعمقش بسیار
بالا بود، ژرفندیش بود. این مشهور میگن ایشون بله حافظه را میگیره، ولی اون اندوخته های معنوی هرگز از ایشون گرفته نمیشه. یه مطلبی که مطرح میشد میدیدی تا اون اعماقش پیش میره، ولی حافظشون ضعیف. این یه مسئله است. خوب این حافظه ضعیف با اون رعشه که متاسفانه از نجف دامنگیر ایشون شده بود و کهولت دیگه از سنه ایشون 80 سالشون بود که از دنیا رفت. ولی میفهمید کی میمیره، قرآن داره، کجا دفن میشه. این اولیای خدا این چنینن، جلوتر یه چیزایی هم میفهمن و چیزی نمیگن، به کسی هم نمیگن. ولی اواخر عمر انقطاع دیگه، انقطاع از دنیا و از مادیات قوی تر میشوند. علامه اخیراً اونطوری که نقل می‌کنند تا بعضیا به اشتباه هم افتادن. البته اواخر اون خیلی در خودش بود، یعنی پیدا بود که یک تعلق خاطری به اون طرف داره و گویی مترصد به این که اولیای خدا بیاین و او را همراه خودشون ببرن. تا دم آخر علامه حالت توجه خاصی به مبدأ، به مولایش، به محبوبش، به خدای سبحان داشت. حتی یکی از فضلا در همون بیماری که تو بیمارستان بود، با همون بیماری از دنیا رفت، احساس کرده بود که ایشون دیگه رفتنی هستن. میگه عرض کردم آقا چه وصیت خاصی داری، چه سفارش خاصی داری؟ دیدم که لبهاشون به حرکت آمد، یه چیزی میگن من نفهمیدم، گوشم بردم نزدیک لبهای مبارکشون ببینم چه میگن. یه وقت دیدم که ایشون میگن مراقبه، مراقبه، مراقبه. در اون موقعیت خاص کسی که این حال را داره میتونه اون یک عمر دنبال این حرفا بوده، همون حرفا را به عنوان وصیت براش. همون آقا میگه که آب خواست. خیلی جالب. آب خواستن، من رفتم آب آوردم، تقدیم کردم، به دست گرفتم، دیدم همونطور نگه داشتم، میل نمی کنه. من فکر کردم حواسشون نیست من آب آوردم. گفتم آقا آب خواستید، آب آوردم، میل کنید. فرمودن بله توجه دارم.
در یه جلسه نشسته بودیم، علامه هم نشسته بود. اون آقا که نقل میکنه خودش از شخصیت های مهم از مدرسین بزرگ حوزه است، از مدرس هم بالاتر. میگفت که نگاه کرد به علامه، عشق ریخت. گفتم چیته؟ گفت من تعجب میکنم سنگینی این مرد را زمین چگونه تحمل میکنه. تا کنون آزاداندیشتر از مرحوم علامه طباطبایی من نبودم و امتیاز بین مردم بر خودش قائل نبودن. من یک پیرهنه، من یادم نمیاد، نظرم نمیاد، یه پیرهن نو به بدنی به تنیشون به ما او رو در حالت نماز وقتی می دیدید واقعا مستقرب بود. خدا من امیدواریم با اجداد طاهرینش محشور بفرمان و این مرحوم را در اعلی علیین درجات بهشت مستقر بفرماد. این شام در کیش مهر پرستش به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه برونم زین حلقه هوشیارها هوشیارها کشیدم در میان